دستای کوچیک و ضعیفش میخواست منو بگیره، میخواست بگیره. ما هر بار که دستاشو به طرفم دراز میکرد و آبجی میگفت، من میخواستم با شدت بیشتری از خودم برونمش. نمیتونستم تحمل کنم که منو دوست داشته باشه. از این که منو دوست داشته باشه متنفر بودم. بعدش بدون نگاه کردم به پشت سرم فرار کردم و رفتم. باید کمک بگیری گلفام. جدی میگم. برادر کی میتونه به من کمک کنه؟ ها؟ زندگی برادرمو نابود کردم. کی میتونه به من کمک کنه؟ برادرت. فقط برادرت میتونه کمکت کنه. تا وقتی جهان تو رو نبخشیده تو نمیتونی خودتو ببخشی. نمیتونی خودتو ببخشی گلفام. چرا؟ آخه چرا؟ چرا؟ چرا ممنوعه؟ چرا؟ تو اتاق زیر شیبونی زندونی شده. فقط خالده خانم میتونه بره پیشش. انور خان میره پیشش. خودم دیدم. اون اونجاست. چقدر شیطونی میکنه. همش تنبیه میشه. فکر میکنی اسمش چیه؟ اسمش پسر شیطون انور خان دیگه. گلفام گلفام باید اون دختر بچه رو ببخشی. شنیدی؟ نمیتونی بذاری این بار سنگین بیشتر از این رو شونه های اون دختر بچه بمونه. نه، اون دختر بچه باید زیر اون بار له بشه. این مجازات منه. چه قراره بخشیده بشی؟ چه مجازات بشی؟ جهانه که باید تصمیم بگیره تو رو ببخشه یا اینکه مجازاتت کنه. راه دیگه ای نداری گلفام. اون بچه با این سوال زندگی میکنه. چرا؟ 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 همش چرا؟ و تو چون جوابشو میدونی این حقو نداری که اونو از این جواب محروم کنی گلفام. باشه محبوبه اومده. گلرو با جهان حرف زدی مگه نه؟ بهش گفتی میخوای ازش طلاق بگیری؟
گل رو چرا گریه میکنی؟ گل رو با جهان حرف نزدی؟ ها؟ نگفتی میخوای ازش طلاق بگیری؟ نمیتونم باش این کارو بکنی. تو نگفتی میخوای ازش طلاق بگیری؟ نتونستی باش حرف بزنی؟ نامی همه چی اونقدر ذهنم به هم ریخته است که من تو ذهنت به هم ریخته؟ آره ذهنت به خاطر چیزایی که قرار از دست بدی به هم ریخته؟ چی داری میگی؟ واضح‌تر بگم، از هیچ کدوم از چیزایی که بعد از ازدواج با جهان به دست آوردی نمیتونی بگذری، نه؟ از اسم فامیلیت، از قصرت، از آتولیت، از جنگی که با گلفام داری، از هیچ کدوم نمیتونی بگذری، مگه نه؟ تو هیچی نمیدونی. چیزایی که من میدونم واسه من کافیه. من خیلی خوب میدونم به چه چیزایی میتونی پشت کنی و به چه چیزایی نه. من حرسات و وابستگیات رو خوب میدونم، نگران نباش. امید داری زیاد روی میکنی، بس دیگه برو. همین حالا برو، از اینجا برو. برو با اسمی که فکر میکنی باهاش خودتو از نو ساختی. به بازی تو اون آتولیه که وسیله خالی کردن حرست شده ادامه بده. با این حرفم که دلم واسه جهان میسوزه خودتو گل بزن، اما نمیتونی منو گل بزنی، دیگه نمیتونی. کاش نمیشنیدم، کاش اینا رو نمیشنیدم، نمیشنیدم. تو حرفای ما رو شنیدی مگه نه؟ حرفای گلفامو شنیدی درسته؟ گلو، این موضوع نمیتونه اسلحه‌ای باشه که تو جنگتون با گلفام ازش استفاده کنی. باید کمک بگیری گلفام. جدی میگم، فقط برادرت میتونه کمکت کنه. جهانه که باید تصمیم بگیره تو رو ببخشه یا اینکه مجازاتت کنه. راه دیگه ای نداری گلفام. بچه با این سوال زندگی میکنه، چرا 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 همش چرا، و تو چون جوابشو میدونی حق نداری اونو از این جواب محروم کنی. دوست داشت دستامو بگیر. یادم میاد با اون با دستای کوچیک و ضعیفش میخواست منو بگیره، میخواست بگیره. جهان داداشی، Thank you.
عزیزم بهت خواهر جونم آبجی خیلی بهت احتیاج دارم خیلی بهت احتیاج دارم آبجی جونم خیلی تنها خیلی بهت احتیاج دارم گرو می 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 میره من میدونم میره میره ترکم میکنه جان چطور میتونی تو چشای خودت نگاه کن و حرف بزن چطور میتونی؟ میتونی جوری رفتار کنی که انگار هیچی نشنیدی و نمیدونی؟ چطور میخوای این رازو نگه داری گل رو؟ وقتی اون بره من هنوز اینجا همیشه اینجا همیشه پیشتم چطور ساکت میمونی چطور میتونی جهانو به دست اون حیوان بسپاری و بری من پیشتم جهان برام کتاب میخونی؟ وقتی گلو نیست برام مثل اون کتاب میخونی؟ آره؟ آرچونم گلفام چطوره؟ به هم زنگ نمیزنه منم نمیخوام بهش فشار بیارم ولی فکرم همش پیششه حالش یکم بهتر شده خبر ندارم نمیدونم ندیدمش اما امید نباید اونو تو این موقعیت تنها گذاشت خیلی خوب من عمل دارم مادر دیرم شده میبینم من بدرقت بشین محبوبه خودم میرم امید جان تازه اومدی که عزیزم مادر بعدن حرف میزنیم باشه دیرم شده بازم یه چیزی شده آره انگار یه چیزی شده هر چی که هست کاش فقط مربوط به اون زنه نباشه محبوبه شاهزاده کوچولو گفت خب انسانا کجا هستن؟ آدم خودشو تو بیابون خیلی تنها حس میکنه مار گفت بین انسان هم خودتو خیلی تنها حس میکنی زیاد فرقی نمیکنه شاهزاده کوچولو از این به بعد خواهرت همیشه پیشت همیشه
بله گلفام. هیچ وقت دیگه هیچ وقت به خودت جرأت نده که به من زنگ بزنی. نفس کشیدنتم نمیخوام بشنوم، چه برسه به صدات. حتی نمیخوام بدونم که نفس میکشی. تو مادر من نیستی، هیچی نیستی. پاشو مامان، پاشو، باید موهامو شونه کنی. مامان، مامان، خواهش میکنم پاشو. گلفام خانم، مادرتون مریضه، بیاین این بار من موهاتون رو شونه کنم. تو مادر من نیستی خالده، هیچی من نیستی. موهای دختره رو مادراشون شونه میکنن، مادراشون. خالده، خواهش میکنم ببرش. من خالده رو نمیخوام، همش خالده موهامو شونه میکنه. مامان من توی، نه خالده. بیاین گلفام خانم، بیاین اینجا بشینی. بیاین مامان من توی، نه خالده. آقا اونور، کجایین؟ میخوام باهاتون حرف بزنم. رفیق اینو میشناسی؟ نکنه مانکنه؟ نه بابا، اما مطمئنن خارجیه. چقدرم جذابه. خیلی خوبه والا. همه جا جلوم ظاهر میشی، تو خشکی، تو دریا، نمیشه دست فرار کرد. یه بار از من فرار کرد، دوباره نمیشه فرار کرد. اون امید حکیم اغلو نیست؟ به به، داشتیم مینالیدیم، ببینین چه خبری بشه. امید داداش، داداش، خیلی خوبه. بله اینطوریه. به هم یه چیزی بگو، یه دلیلی بیار که قانشم و بوده بوده نرم خونه که به جهان بگم مسئول بلایی که سرت اومده خواهرت بوده. درست لحظه‌ای که فکر میکردین همه چی تموم شده، سوژه رو به دست رو بردین. دم شاهزاده زیبایی گرم. درست موقع خبر مادر زندش همه جا پخش شده. پاشو پاشو. چی شد؟ نمیدونستم تو هتل خبرنگار را دادن.
میشناسیشون؟ مگه لازمه که بشناسم؟ ببین تو دستشون دوربین عکاسی هست. تو آرومم میکنی، آرومم میکنی. نمیدونم تو رو از این وضع نجات نداد، باور نکرد. همه یه بچگی من با شنیدن حرفای جهان که خدایا چرا من اینجوریم، چه بلایی که سرم اومده گذشت. سعی نکن آرومم کنی اونور خان، برام یه دلیل بیار، برای یه ساکت موندنم یه دلیل بیار. حالا که از من دلیل میخوای، پس خودت هم میدونی که باید سکوت کنی، مگه نه؟ خب اینم دلیلت گرو. اگه وارد این جنگ بشی، گلفام و جهانو با هم خورد میکنی. اون حیوان، اون حیوان با اون... گلفام یه حیوان نیست گلرو. تو هر چقدرم که از دستش عصبانی باشی، نمیتونی از خودش عصبانی تر باشی گلرو. گلفام سزای کار دختر بچه ای رو که نتیجه کارشو نمیدونسته داره پس میده گلرو. باور کن در مورد موضوع جهان تو نمیتونی ازش تقاصی پس بگیری. صبر میکنم. نمیدونم چطور میتونم به خاطر ندیدن گلفام از اون خونه فاصله بگیرم، ولی صبر میکنم و قسم میخورم موقعی که این واقعیت خواست جهان زمین بزنه، برای بلند کردنش اونجا باشم. اگه تو این شرایط امیدم بخواد که تو پیشش باشی چی؟ جهان شاید زنشو از دست داده باشه، اما نزدیکترین دوستشو از دست نمیده. پس تو دوست پسر سابق گلرو سپاهی هستی؟ آره درسته. اون روزا که پیش گلفام بودم فکر میکنم یادمه که همچین چیزی شنیدم. جالبه این که بتونی بعد از جدایی از دوست دختر سابقت هنوز باهاش دوست بمونی. معلومه دختر خوبیه، مدرنه. راستش من آدمی نیستم که بتونم در مورد مدرن بودن کتاب نویسم. از دست تو مرد، کنار شیطنتات ادای جوانایی با حیا رو که در میاری یا داغونم میکنی، به هورمونای سروتینم تعادل میدی. چیتونین؟ مرد کشت مردت هم میخواد. من زنده تو میکنم، برای بحثمون این نیست. رفتیم آرشگاه اصلاح کردیم اومدیم اینجا، حالا اینجا نشستیم داریم قهوه میخوریم. منم این قهوه واسه تحریک کردن هورمونی نمیدونم چی چیه شما نمیخورم. اوه انگار بعضی ها دارن عصبانی میشن. من بعضی ها رو نمیدونم، ولی من یواش یواش دارم عصبی میشم. باشه باشه جونم، گوشم با توه. این دوستمون بود که درست را رفتن و یادم میداد. آره طراح رقص. آره همون. اون گفت قبل از اینکه فشن شوی بزرگی بری باید واسه دست گرمین تو یه فشن شوی کوچیک شرکت کنی. آره خب حرفش منطقیه، ولی تو ذهن تو با اینجور چیزا خسته نکن. از این به بعد مسئولیت کار تو باید. من ذهنمو خسته کردم، یعنی فشن شو رو پیدا کردم. آهان که اینطور، تو واسه خودت فشن شو هم پیدا کردی؟ آره پیدا کردم، فشن شوی گلرو سپاهی. ببینین حق با شماست، میدونم ما ماها قبل باید پول رو پرداخت میکردیم، ولی اتفاقای غیر منتظره ای افتاد، مشکلاتی پیش اومد که پیش بینی نمیکردیم، ولی کم موند. دایگو خانم، دو ماهه میخوایم فشن شو را بندازیم، نتونستین. قرار پول پرداخت کنین آخه... یا نه؟ ما به اسم سپاهی اعتماد کردیم، کلی پارچه بهتون دادیم. اگه قرار را بندازین را بندازین، اگه هم که نه قرضتون رو بدین، وگرنه از راه قانونیش وارد میشیم. ای بابا تحویل بگیر. آه مرد خان، البته که شما حالتون خوبه. سوت بزن سوت بزن، دو ساعته دارم اینجا حرف میزنم هیچکی نمیشنوه. بذار جوری که میفهمی به توضیح بدم. دیگه کم مونده طلبکارا پشت در صف بکشن از دست اون سرکار خانم طراحت، یعنی دوست دختر سابق تا. این آتلیه خالی مونده و داره ورشکست میشه. چن تو عالیه، تو مسخره کن. باشه مسخره کن، به سوت زدن ادامه بده. فردا پس فردا که بیکار شدی شروع میکنی به آهنگ نوشتن. ولی من بیکار نمیمونم، دارم میرم رو صحنه. ببخشید مرد خان، بله درسته شما خیلی جوگیر شدین، حال خانم بهتون کمک کردن.
البته ببخشید میپرسم، تو کدوم فشن شو میخواین شرکت کنی؟ فشن شوی شما. ببخشید. ببینید حال خانوم که کمکم کرده، درست افتاد؟ در اصل به شما هم کمک کرده. تو چی؟ آروم باش، بذار تو رو که متوجه شی برات توضیح بدم. حال خانم به من گفت که قبل از اینکه توی فشن شوی بزرگ رو صحنه بری، باید توی فشن شوی کوچیک یه چرخی بزنی. منم گفتم شرکت ما هم به فشن شوی خیابونی داره، خب چرا اونجا نریم؟ اونم به من گفت که انقدر که خوشتیپی، باهوشی، انقدری که کاریزماتیکی. باشه بسه، برو سر اصل مطلب. اصل مطلبو میخوای؟ آره. باشه. یعنی وقتی اون زنه داره بقیه کارا رو ردیف میکنه، ما فقط باید یه فشنشو را بندازیم. راست میگی؟ آره. وای خدا. من به گلرو زنگ میزنم. منم جارو کنم. از هیچ کدوم از چیزایی که بعد از ازدواج با جهان به دست آوردی نمیتونی بگذری، نه؟ از اسم فامیلت، از قصرت، از آتولیت، از جنگی که با گلفام داری، از هیچ کدوم نمیتونی بگذری، مگه نه؟ برو، برو با اسمی که فکر میکنی باهاش خودتو از نو ساختی، به بازی تو اون آتولیه که وسیله خالی کردن هرست شده ادامه بده. با این حرفم که دلم واسه جهان میسوزه خودتو گول بزن، اما نمیتونی منو گول بزنی، دیگه نمیتونی. من براتون یه متن خبری میفرستم، اما فقط 5 روز. آره دقیقا، میتونیم 5 روز دیگه بنویسین؟ باشه حتما منتظرتونم، با امید دیدار. 5 روز دیگه چه خبره؟ فشن شوی شما. انگار این گلرو نمیخواد بیاد. خب منم که اینجا ممنوعم، پس بهتره برم. برو عزیزم، یالا بودو، برو به سلامت، خوش اومدی. به شوهرتم سلام برسون. به کسی که قراره شوهر سابقم بشه سلامتو میرسونم خواهر جونم. ببین چه حرفایی میزنه، یه ذرم وجدان نداره. طلاق میگیره مگه نه آبجی؟ حتی دلش واسه گریه هاشم نمیسوزه. بای تو رو خدا هیچی نگو. یاد اون بچه تفلک که میفتم دیوونه میشم آخه. خوب بگو ببینم شما با شوهر کوچولوت چطوری؟ خوبیم، خوبیم. نه نه یه چیزی هست. چی شده؟ قشنگ معلومه یه چیزی ذهنتو مشغول کرده. نه آبجی خوبیم. یادته وقتی بچه بودیم بابا در مورد بخشیدن یه چیزایی به همون میگفت؟ مگه میشه یادم نباشه؟ درست وقتی 4 تا دختر با هم درگیر میشدیم، مقصر رو یه طرف میشوند، کسی که حق داشتم یه طرف دیگه. مقصر یعنی قونچه رو. بابا میگفت از ته دل که ببخشی باعث نمیشه که تقصیر کارو فراموش کنی، ولی حداقل آرومت میکنه. میگفت کسی هم که با یه قلب پاک به حق کینه به دل گرفته باشه، با بخشش تقاص خودشو پس میگیره. حالا این از کجا به فکرت رسید؟ ببینم نکنه تانر بلای سرتو ورده. نه آبجی، همینجوری به فکرم رسید سوال کردم. آبجی من با گلرو بعدن تماس میگیرم، من دیگه برم. بیام رات بندازم دختر. نه آبجی نیازی نیست، بعدن میبینمت. نه نه یه چیزیش هست. نمیخورم محبوب جان، نمیخورم عزیز جان. جاهد خانم اینطوری نکنی، بیاین دیگه داروتونو بخورین، ناراحت نکنی. چه فایده داره ها؟ اون دواها به چه درد من میخوره آخه؟ ببین امید فقط برای انجام وظیفه اومد، یه قلوب از قهوهش خورد و فرار کرد و رفت. از اون روز تا الانم که از نوام هیچ خبری نیست ها؟ تو داری این دواها رو به من میدی که من بیشتر شکنجه بشم محبوبه؟ اینطوری نگی اینطورو خدا. جاهد خانم اومدم اینجا که فقط یه سوال ازتون بپرسم. از بدیایی که در حق پدرم کردین، از درد و رنجی که باعثش شدین، واقعا از ته دلتون پشیمونین؟ بله
گل رو میدونم نگرانی که چطوری دو روز کارمون درست میشه، اما گل رو همه چی آماده است. کلکسیونمون حاضره، حالا هم که پشتمونه، منکنمونم که حاضره، همه کارمون حاضره. منم منکن اصلی هستم، یه دعای چشم و نظرم به لباسم میزنیم، کارم تموم میشه میره به همین سادگی. ببین حتی اینم حاضره، یادت یه صد مردونه طراحی کرده بودی، اونو مرد تو فشن شو میپوشه. از شهرداری هم مجوز گرفتم، همه چی حاضره، ما حاضری. من حاضر نیستم. چی؟ دوگو من اصلا حالم خوب نیست، حتی حال عادی هم ندارم. اونقدر اتفاقای مختلف افتاد که هنوزم ادامه داره. من با این ذهن جهنم که ذهنت به هم ریخته. چی داری میگی گلو؟ با هم شوخیت گرفته؟ ما دفعه قبل هم چی گفتیم؟ من بهت گفتم نمیتونیم کاری انجام بدیم، اما چی شد؟ مگه بیخیال شدیم؟ تو به هم چی گفتی؟ به هم گفتی به شوهرم قرض دارم و فلان و بهمان، الان داری این حرفا رو میزنی؟ پارچه ها رو هم سوار شده، آتلیه داره شکست میخوره، آبرومون داره میره. میفهمی آبرو رفتن یعنی چی؟ در حالی که منو نمیشناختی، به هم اعتماد نداشتی، چرا منو آوردی پیش خودت؟ آوردی اینجا رو تزیین کنم؟ برای بالا کشیدن پول شوهر پولدارت آوردی؟ آره؟ چرا گلو؟ معلومه که فراموش کردی. بذار یادت بندازم چرا گلو سپاهی آتلیه رو باز کرد. تو یه مشکل داشتی، یه جنگ داشتی، قرار بود ما قدرتامونو روی هم بذاریم، قرار بود گلفامو شکست بدی، قرار بود تو گلفام سپاهی از دنیای مد پاک کنی. پس چی شد ها؟ چی شد؟ یادت بیار هدف و این راهتو، یادت بیار آرزوی بچگی تو که تا صبح تو این آتلیه واسم تعریف میکردی، یادت بیار. نگاه کن، بخونش. تنها سپاهی توی دنیای مد قرار بود تو باشه، میفهمی؟ چی شد؟ با ثابت کردن اینکه گلفام دختر خدمتکار جنگ تموم شد، ایدئالات هدفات همین بود؟ تموم شد؟ گلرو سپاهی کجاست؟ ها کجاست؟ گلرو سپاهی مرد؟ گلرو سپاهی؟ من واقعا تو رو باور کرده بودم. وقتی من آوردی پیش خودت، منم مثل تو با اون زن جنگ داشتم. من جونم رو گذاشتم کف دستم. مثل تو زیرکی نه، واضح و آشکار. به اعتماد تو، به استعداد تو تا آخرش جنگیدم. تو چی کار کردی گلرو؟ ها چی کار کردی؟ من وسط رو تنها گذاشتی، وسط رو. دایگو چی کار میکنی؟ ولم کن، اون به جنگ خودش ایمان نداره و منم دیگه باورش ندارم، استعفا میدم. چه استعفایی؟ بایست بینم. ببین گرو، دایگو حرفاشو زد، درسته که یکم تند حرف زد، اما واقعیتو گفت. یعنی من چند روزه دارم میبینم تنهایی میاد اینجا، سعی میکنه یه کارایی انجام بده اما نمیتونه. تنهایی کار راحتی نیست، اون اینجا به خاطر شما خیلی داره تلاش میکنه. راست میگه، من به خودم ایمان ندارم. خبرنگارا، غیبت کنا، فوزولا، زنگ بزنین. مرده گلفام سپاهی هم سر تا پاتونو میخره آزاد میکنه. آه، ببینم نوبت کیه، باید جواب تو بگیری. بفرمایی. خانم گلفام سپاهی؟ خود خودمم، شما کی هستین؟ با خبرنگار کدوم مجله در پیت دارم حرف میزنم؟ همین الان منو به سردبیرتون وصل کن. تا امروز بهت یاد ندادن که گلفام سپاهی با خبرنگارا حرف نمیزنه؟ من خبرنگار نیستم، پلیسم خانم. پلیس؟ در ارتباط با خالد کوپلو تماس گرفتم. کوچکترین ارتباطی با کسی که ازش حرف میزنی ندارم. ایشون خودکشی کرده و تو بیمارستانه. چی
تو چرا این آتلیه رو باز کردی گلرو؟ چرا باز کردی؟ تو یه مشکل داشتی، یه جنگ داشتی. قرار بود ما قدرتامون رو روی هم بذاریم، قرار بود گلفامو شکست بدیم. آرزوهای بچگی تو که تا صبح تو این آتلیه واسم تعریفی کردی یادت بیار. با ثابت کردن اینکه گلفام دختر خدمتکار جنگ تموم شد، ایدئالات هدفات همینقدر بود تموم شد. گلرو سپاهی کجاست؟ گلرو سپاهی مرده؟ من خیلی خوب میدونم به چه چیزایی میتونی پشت کنی و به چه چیزایی نه. من حفظات و وابستگیات خوب میدونم، نگران نباش. برو همین حالا، برو از اینجا، برو با اسمی که فکر میکنی باهاش خودتو از نو ساختی، به بازی تو اون آتلیه که وسیله خالی کردن حرست شده ادامه بده. با این حرفم که دلم واسه جهان میسوزه خودتو گول بزن، اما نمیتونی منو گول بزنی، دیگه نمیتونی. آی وزن این خونه رو نگاه، به خدا دلم میگیره. خب ببینیم هنوزم تو صدر اخباریم یا نه. یعنی چیزی به اسم حق تألیف وجود نداره؟ من به یه جا فروختم، همه از اونجا کپی کردن و نوشتن. شاهزاده زیبایی میتازد. یه ضربه دیگر به گلفام سپاهی در روزهای گذشته جراح معروف امید حکیم اغلو که با اعلام خبر طلاقش به صدر اخبار روز در آمده بود با یک دختر خارجی در استخر دیده شد. واکنش طراح مد گلفام سپاهی که این روزها در شوک مادر واقعیش که خدمتکار خانه اش بود به سر می برد در مورد این شیطنت همچنان مورد بحث است. ببینیم سپاهی خودمون چه برخوردی می کنه. گنجه الان اصلا حوصله حرف زدن نداره. پس تو هم خبر رو دیدی؟ آره ولش کن، ما با بی خیال خبرنگارن دیگه. بذار گلفام فکرش رو بکنی. چه خبری خالده؟ چه خالده ای بابا؟ امیدو میگم، امید. یعنی پس تو خبر نداری؟ امید چی شده؟ موچشو گرفتن دختر، موچشو گرفتن. یه نگاه به این اینترنت بنداز، وای همه این سایت ها خبر رو نوشتن. دختر امید این کارو کرده. امید گلرو، گلرو سلام بروک، چی شده؟ نمیری جلسه؟ امید ببین، من تو جلسه آبروم رفت. تو استخر خبرنگارا مچ ما رو گرفت. Are you serious? So serious. امید just check the news. نگاه میکنم. بروک آروم باش، ذهنتو درگیر نکن. اینجا ترکیه است، مهمترین خبرام تو دو روز فراموش میشن. من حلش میکنم. امید باشه، حلش میکنم، قول میدم. قطع میکنم فعلا. اون زن کجاست؟ تو تمام روز خبرهای مجله رو دنبال میکنی؟ تو چی کار میکنی امید؟ تو با من چی کار داری میکنی؟ تویی که به هم میگی طلاق بگیر و بیا، میگی بیا فرار کنیم. همین امروز صبح داشتی به خاطر اینکه از بعضی چیزا نمیتونم بگذرم محکومم میکردی. اون وقت تو استخ با اون زن چی کار میکنی؟ خودت داری جواب خودتو میدی گلرو. تونستی طلاق بگیری؟ تونستی از چیزایی که به دست آوردی بگذری؟ چیزیو که لیاقتشو داریم تونستی اثبات کنی؟ مگه نه امید؟ اینو میخواستی بگیره؟ چون همیشه همین کارو میکنی. وقتی من هر چیزی که تو میخوای، هر وقت که تو میخوای، هر جور که تو میخوای نباشم، به هم ثابت میکنی که چطور میتونی ازم بگذری. با بروخ کشیدن اون زن میگی من دارم میرم. همه چی تو دستای توه. میدونی اگه واقعا بخوای میتونی درستش کنی. من خیلی خوب میدونم چی میخوام. امروز وقتی که تو با اون دختر آمریکایی تو استخاب بازی میکردی، من از آتلیه‌ام گذشتم. من هنوزم همون چیزو میخوام. من دیگه میخوام به حرف دلم گوش کنم، با تو اونطوری که آرزو دارم زندگی کنم. اما نه دیگه. من کاریو که به خاطر تو شروع کردم نصفه نمیذارم. به قولی که به دوی گودتم عمل میکنم. مرتو وسط راول نمی کنم، قرضم به جهان پس میدم. و
امید اگه اثباتی میخوای اون اثبات تو چشمامه. من میام پیشت، تو هم تو چشم نگاه میکنی و میگی که چی میبینی. هیچ کدوم از کاری که شروع کردم نمیکاره نمیمونه. من هنوزم همون چیزو میخوام. من دیگه میخوام به حرف دلم گوش بدم، با تو اونطوری که آرزو دارم زندگی کنم. امید اگه اثباتی میخوای اون اثبات تو چشمامه. من میام پیشت، تو هم تو چشام نگاه میکنی و میگی که چی میبینی.